سرفند های جالب که بهتره بدونید. برای دیدن این ویدیو با من رکسانا همراه شوید. برای درست کردن پیاز داغ، وقتی خلالش میکنید یه نیم ساعت میتونید تو آب بریزید و خیس بخوره. بعد میتونید سرخش بکنید. خیلی شیک و مجلسی میشه و میتونید یک پیاز سرخ کرده یه بسیار خوشگلی داشته باشید. وقتی آب یک لیموی تازه رو میگیریم ممکنه که تلخ بشه اگه بمونه، اما یک هویج بندازید داخلش اون تلخی رو میگیره. برای سرخ کردن بادمجون رو وقتی میخواین سرخ بکنید به جز روغن یکم آب توش بریزید و در مایتابه رو بذارید. روغن خیلی کم میبره، فقط باید حواستون باشه در قابلمه رو 5 دقیقه بعدش بردارید. اگه حلیمی که قبلا خریدید مثلا صبح خریدین سرد شده و از دهن افتاده، کافیه یکم توش شیر بریزید و دوباره گرمش کنید. مثل لحظه اول تازه و خوشمزه میشه. اگه میخواییم مرغ یا ماهی یا سیب زمینی سرخ کنید، داخل یک قابلمه بزرگ این کار انجام بدید که روغن زیادی بیرون نپاشه. در این مورد مواظب دستتون باشین تا به لبه قابلمه نچسبه و بسوزه. اگه میخواین داخل کتریتون جرمش از بین بره، میتونید از پوست خربوزه یا پوست هندونه استفاده کنید. میتونید پوست خربوزه رو بریزین داخلش و با همون آب بذارین جوش بیاد، همه جرماش از بین خواهد رفت. اگه برنجتون سوخت و بوی دود گرفت، کافیه چند تا پر پیاز بذارید روی برنج، بوش رو میگیره. اگه خورشتتون مثل قرمه سبزی یا فسنجون کم روغن انداخت، اصلا نگران نباشید. یکم قبل خاموش کردن گاز یک تعداد یخ بریزین، چون بهش شوک وارد میشه و روغن میندازه به همین راحتی. اگه میخواین خورشتتون مثلا قیمتون خوشبو و خوشرنگ خوش عطر بشه، کافی یک تکه چوب دارچین و هل بندازید. باهاش قول بخوره که فوق‌العاده میشه. اگر میخواین به راحتی نفع حبوبات رو بگیرین، یک تکه خیار بندازید یکم باهاش قول بخوره تا تقریبا حبوبات نیم پس شد، میتونید برش دارید. یعنی این کار معجزه میکنه، امکان نداره نفعش بمونه. اگه یخچالتون بو گرفته، میتونید از یک قاشق پودر قهوه، یک قاشق برنج و یک ذره وانیل استفاده کنید. اینا رو با هم مخلوط کنید و بذارید توی یخچال که به راحتی بوی یخچالتون رو میگیره. اگر مایتابه که استفاده میکنید نچسب نیست، میتونید روغن رو بریزید و بعد از اینکه کمی داغ شد زردچوبه رو بریزین و بعد هر چیزی که خواستین رو سرخ کنید، اصلا نمیچسبه. اگر یک چیز داغی مثلا چای بسیار داغی رو خوردین و زبونتون سوخت، فوراً یکم شکر بخورید، حتما خوب میشه. برای جلوگیری از پلاسیده شدن سبزیجات، میتونید سبزیهاتون رو توی قابلمه روحی بذارید و درش رو هم ببندید و بذارید توی یخچال. با این روش اصلا سبزیها پلاسیده نمیشن و تر تازه میمونند. برای تعدیق ماکارانی کافی یک سیب زمینی خام رنده کنید و آبش رو جدا کنید. یک ذره زعفرون و نمک بهش بزنید و بذارین ته قابلمتون. یه تعدیقی میشه که اصلا براتون نگم. اگر پریودتون عقب میفته، تخم رازیانه رو دم کنید یا عرقش رو بخورید، یا جعفری خشک یا شوید خشک رو دم کنید و با نبات میل کنید. اگه عجله دارید یا مثلا مهمون دارید، گوشت و مرغتون هنوز نپخته، یک مقدار چای رو پوت کنید و به آبش اضافه کنید که سریع باعث میشه گوشت و مرغتون بپزه. برای رفع بوی بد دهانتون پس از مصرف سیر یا پیاز، میتونید از یک قاشق چای خوری جوش شیرین و اندکی آب استفاده کنید و دهانتون رو شستشو بدید. جوش شیرین بوی بد دهان رو از بین میبرد. همچنین برای التیام تبخالتون و هر گونه زخم دهان میتونید از جوش شیرین استفاده کنید. دوستان عزیزم، شما چه ترفندهای دیگه ای رو بلد هستین که به درد بخور هستن؟ حتما برای ما کامنت کنید تا دیگرانم بتونن ازشون استفاده کنند. اگر ویدیو رو پسندیدین فراموش نکنید که لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.